بزرگ داشت خانم مرجان و ادای احترام هموطنان از داخل کشور در برنامه ارتباط مستقیم یک شنبه شب 18 خرداد. تقدیر کانون های شورشی تبریز را از خانم مرجان به خاطر یک عمر حمایت تا آخرین نفس از مبارزه علیه رژیم پلید اخوندی اعلام کنم. همچنین به خواهر مریم و برادر مسعود تسلیت میگم. خاطرهای مرجان عزیز زیاد است. از ترانه ها و سروده های رویش ناگزیر جوانه و وقت براندازی و شهیدان شهر تهران از خاطره ما نمی رود. درود بر او و همه هنرمندان مقاومت که نی بزرگ را به همه ارتجاع به ثبت رساندند. بار دیگر به همه مجاهدین در اشرف سه و مخصوصا خواهران همبند زنان ایرانی شورشگر تسلیت میگم. خاطره مرجان عزیز را با رزم و سرنگونی آخوندی در جشن آزادی گرامی خواهیم داشت. مرگ بر رژیم آخوندی ضد بشری. سلام، از گیلان تماس میگیرم. میخواستم در گذشته هنرمند ارزنده کشورمون رو به ملت ایران و همچنین خانم مریم رجبی تسلیت عرض کنم و بگم اینکه یاد این هنرمند و خاطره این هنرمند تا ابد تو خاطره اذهان همه مردم ایران جا خواهد داشت. روح شاد، یادش گرامی. از طرف کانون‌های شورشی در ایران درگذشت خانم مرجان رو تسلیت میگم با مجاهدین و رزمندگان ارتش آزادی بخش ملی ایران. سلام بر مرجان، هنرمند این سرزمین. روحت شاد، دلاور این سرزمین. درود بر تو مرجان عزیز که تا آخرین نفس یار و پشتیبان مجاهدین مقاومت ایران بودی. ما جوانان آزادی خواه در ایران آهنگ های تو را مثل پرچم مبارزه خودمان می کنیم. درود بر تو و تسلیت به تمام مردمان آزادی خواه ایران و جهان. با سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت تمام شما مجاهدین عزیز و گرامی که این روزا خیلی سخت مشغول فعالیت و مقابله با این نظام هستین. خیلی ممنون. میخواستم به همتون درگذشت خانم مرجان رو تسلیت عرض بکنم و همه فعالیت هایی که این روزا انجام میدید رو تسلیم میکنم و خیلی تشکر و قدردانی دارم. سلام و عرض ادب دارم خدمت دستاندرکاران محترم برنامه سیمای آزادی. متاسف و متاسفیم از این زایی دردناک و بار دیگر همچون دفعات پیش یک بار دیگر هنرمندان ما یتیم شدند و درد فراق و جانگداز این هنرمند گرامی را با یاد ایشان زنده نگه داشته و آرزوی صبر جمیل برای خانواده ایشان و تمامی هنرمندانی که جزی از خانواده ایشان هستند آرزومندیم. نام خدا، من از هواداران سازمان مجاهدین در خوزستان هستم. میخواستم از نقش خانم مرجان در حمایت از مقاومت مردم ایران قدردانی کنم و فراغ اون رو به مردم ایران و به خانم مریم رجوی و مقاومت ایران تسلیت بگم. با عرض سلام و تشکر از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران که صدای مردم ایران در این سالیان بودید، من عبدالله از کانون شورشی خواهر مجاهد شهید سرفراز زهره قائمی از تهران تماس میگیرم خدمتتان. میخواستم در گذشت هنرمند مردمی متحد و مترقی و بسیار ارزنده میهنمون خانم مرجان رو به ملت ایران و به خانم رجوی صمیمانه تسلیت بگم. واقعا خیلی برای این خبر دردناک بود. مرجان صدای گرمی داشت که مثل صدای خانم مرزی همیشه در دلهامون زنده است. صدای مرجان صدای شورش و امید و ایستادگی بود.
درود بر خانم مرجان که هم در زندان در مقابل آخوندها مقاومت کرد و هم در هجرت در کنار مجاهدین بود. هنر امثال مرجان هنر یک رنگی است در مقابل کرور کرور هنربندهای هنرفروش هزار رنگ که آلت دست ظلم میشند و متاسفانه هنوز از میهنمون ریشه‌کن نشده این رویه ضد انقلابی. درود میفرستم به روح بلند و سرافراز مرجان که واقعا تجسم زن سربلند ایرانی بود و درود به همه شما. بدرود. سلام، من یک کشاورز هستم ولی از شنیدن خبر فوت خانم مرجان خیلی متاثر شدم و بدین وسیله این مصیبت بزرگ را به جامعه هنری کشورم تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال خواستارم کسانی که باعث آوارگی این هنرمند عزیز شدن را نیست و نابود کند. خیلی ممنون و متشکر. خواستم این زایه بزرگ فوت خانم مرجان را به همه مبارزین ایران، سازمان مجاهدین خلق و تمام کسانی که برای آزادی ایران مبارزه می کنند تسلیت بگویم. خانم مرجان با حمایت از سازمان مجاهدین و مبارزاتی که در این راه انجام می شود برای ما کانون امید و آمال بود که امیدواریم این امید و آرزو و آزادی ایران به سرانجام برسد. خانم مرجان هنرمندی مردمی همچنان به مبارزات خود و هواداری سازمان ادامه داد و تا لحظات آخر عمر گرانقدرش از این مبارزه دست نکشید. همینجا تسلیت میگویم به تمام مبارزین، مجاهدین خلق و کانونهای شورشی و خصوص خانم مریم رجوی عزیز. درود بر همه شما. به نام خدا، با عرض سلام و تشکر از سیمای آزادی که صدای مردم ایران در این سالیان بوده اید. میخواستم در گذشت خانم مرجان، هنرمند مردمی متعهد و بسیار ارزنده من را به ملت ایران و به خانم رجوی صمیمانه تسلیت بگویم. واقعا خیلی برایم این خبر دردناک بود. من همیشه از ترانه های او امید میگرفتم و واقعا برای مردم میخوند و صدای مردم بود. صدای گرم او مثل خانم مرضیه همیشه در دلها زنده است. صدای او صدای شور و امید بود. یاد و خاطره مرجان تا پیروزی نهایی مردم ایران برای همیشه زنده و جاوید خواهد بود. ما راه او را تا سرنگونی آخوند حقیر و تحقق آزادی در کشور عزیزمان ایران ادامه خواهیم داد. روحش شاد و یادش گرامی باد. با عرض سلام حضور بینندگان عزیز سیمای آزادی. حمید هستم، از هواداران مقاومت از میهن اشغال شده دارم حرف میزنم. در گذشت ناگهانی عندلیب خوش صدای مقاومت بانو مرجان آتش افروز رو به برادر مسعود، خواهر مریم و تمامی مردم ایران تسلیت عرض میکنم. بانو مرجان هنرمند محبوب و مردمی بود که هنر صدا و انسانیت و شجاعت و عشق رو یک جا در خودش داشت. بانو مرجان علارغم اینه که از چند طرف تحت فشار قرار گرفته بود که از مقاومت و مجاهدین فاصله بگیره، ولی اون از عهدی که با خدا و خلق بسته بود یک دم غافل نمون، بلکه با عزمی استوار همواره با ایمان به پیروزی محتوم خلق قهرمانمون هیچگاه سکوت نکرد و تا آخرین دم زندگی فریاد آنهایی شد که رژیم نمیخواست صدایشون جایی شنیده بشه. اون فریاد سرافرازان سال 67 شد و با عهد خودش با برادر مسعود و خواهر مریم در راه آزادی به همراه اشرفیان و اشرف نشانها و کانونهای شورشی تا آخرین دم مجاهد زیست و مجاهد درگذشت. درود بر او و شرفش باد. یادش گرامی، روحش شاد و راهش پر رهرو.